ما هفته گذشته تو کلیسای آنسکا که بودیم در مورد یک موضوعی صحبت کردیم، یک موضوع مهمی صحبت کردیم، موضوع غلبه یافتن، موضوع زمان آخر صحبت کردیم و همینطور هم قسمت هایی که در کتاب مکاشفه بود. این سه تا هفت تا کلیساهایی بودن که تو هفت تا کلیسا خداوند اونجا گفته که هر که غلبه آید. و ما متوجه شدیم یه زندگی ما مسیحی ها فقط این نیست که برای ما مسیحی شدیم و الان میتونیم در این دنیا زندگی کنیم، صبر کنیم یک روزی عیسی مسیح بیاد. در اینجا زمانی که عیسی تکیه میکنه، پادشاه جلال تکیه میکنه، میگه که هر کسی غلبه بیاد این چیزا رو به دست خواهد گرفت. و هفت تا کلیسا هفت بودن و هفت تا پر از برکت ها که منتظر ما بودن. نه فقط برکت بود، بلکه مقام های بزرگی که خداوند برای تک تک ما آماده کرده. به این خاطر قبل از اینکه موعظه رو ادامه بدم، میخواستم یک سی دی معرفی کنم که خواهرم نسرین تو جلسه خواهرها اونجا تعلیم داده در مورد هفت تا کلیسا. بیشتر فکر میکنم شش تا کلیسا هستن. فقط اینجا من برای نوشتم هفت نامه به هفت کلیساهای کتاب مکاشفه و اینو لازم دونستم چون واقعا کلیسا باید بدونه که پیام خداوند مخصوصا برای این هفت تا کلیسا چی هستن. و اینا نمیخوایم الان گرون بفروشیم، فقط توی حساب کردم برای دو اورو حداقل بتونید بفروشین که بتونین برین اونجا توی خونه خودتون یا اگر توی سی دی پلیر دارین که بتونین گوش کنین. برای میتونین همینطور هم توی فیسبوک هم نگاه کنین، فقط هی باید دنبالش برین یا توی یوتیوب. فقط اینجا این یه چیزی هست که فقط نه برای خودتون هم میتونین، همینطور هم برای دوستایی که الان هستن میشناسین کپی کنین و بهشون بدین، چون چیزای تعلیمای خیلی مهم هست. کلیسا باید بدونه که روح به کلیسا چه صحبتی میکنه. آمین. میخوام برای پیشنهاد کنم اگه کسانی که هستن که دوست دارن میتونن، یعنی یه دونش الان پیش منه، فقط میتونن از میز کتاب که برادرمون مهدی و همینطور فریده و پوریا هستن و اعضای دیگه میتونن اینجا سفارش بدیم برای هفته آینده آماده میشه. دوباره این قسمتی که در مکاشفه باب 12 آیه 11 میخوام بخونم برای شما که اینجا هم آماده کردیم که بتونید همینطور همزمان با من بخونید. آنگاه صدای بلندی در آسمان شنیدم که میگفت اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما و اقتدار مسیح او فرو رسیده است، زیرا که آن مدعی برادران ما که شب و روز در پیشگاه خدای ما بر آنان اتهام می‌زنند بر زمین یا به زیر افکنده شده است. همینطور هفته گذشته گفتم که اونجا که شیطانه که روی آسمان دوم اونجا حکومت می‌کنه و اینجا میگه که این صدا که نشیدم که خدای ما، پادشاه ما دیگه اون موقع در آسمون، در آسمون دوم اونجا یه اتفاق افتاد که شیطان از اونجا افتاد روی زمین. و اینجا ادامهش میگه که و ایشان به واسطه خون بره و کلام شهادت خود و بر او غلبه آمدند و جان خود را تا به مرگ دوست نداشتند. پس یه اتفاقی تو آسمون افتاد که این شیطان افتاد زمین. این فقط عیسی مسیح نبود، بلکه این کلیسای زنده است، کلیسایی که غلبه یافته بود، پیروز شده بود، نه در آسمون بلکه در این دنیا. غلبه یافتن در آسمون نیست. در آسمون اونجا دیگه جشنی هست، اونجا با خدا یک خواهیم شد و اونجا حکومت خواهیم کرد. بعد از این هم دوباره یک قسمت هایی خواهیم بود. فقط اینجا میگه که کسانی که در این دنیا بودن، کسانی که غلبه یافتن، کسانی که روی شیطان، روی تمام نیروهای تاریکی و هر چیزی که در این دنیاست غلبه یافتن و اینا روبوده شدن در حضور خدا و رفتن در آسمان دوم، این باعث شد که قدرت شیطان شکست خورد.
یعنی میخوام متوجه بشن عزیزان چه مأموریت بزرگی کلیسا داره. ما بعضی وقت فکر رو میکنیم در این دنیا هستیم، فقط ما منتظر هستیم یک روز عیسی مسیح بیاد ما رو ببره. بعضی وقت میگه کی میشه عیسی مسیح ما رو ببره. کسانی که این دنیا رو دوست دارن میگه که عیسی مسیح هنوز نیاد، هنوز یکم کیف کنیم، حالا اگه لذت ببریم در این دنیا، زمانی که پیر شدیم اون ما رو ببره. نمیدونم، امیدوار هستم اینطوری فکر نکنیم. بعضی وقت واقعا هست که بعضی وقت درد زیاده، فشار زیاده. بعضی وقت منم همینطور میگم عیسی مسیح کی تو میای در آسمون که کلیسای خودت ببری. فقط احساس میکنم خدا میگه که هنوز وقت هست، هنوز در این یه زمانی هستیم که باید به هر حال انجیل رو به افراد برسونی. و من اینطوری احساس میکنم عنوان شبانه این کلیسا همزمان با همینطور با نسرین احساس میکنیم ما الان پیام آخر اینه که عروس عیسی مسیح رو باید آماده بکنیم و خودم هم اینطور باید خودم آماده بکنم برای روبوده شدن. این تعلیمی هست که الان تعلیم های مختلف هم هست. نمیخوام بگم حتما این تعلیمی که من به شما میدم در مورد این آسمون دوم همینطورم که کلیسا قیام چیز روبوده خواهد شد، همه چیز که گفتم این حقیقته. من به این نتیجه رسیدم، این تعلیمایی که شنیدم، میدونم که فقط کلیسایی هست که غلبه یافته هست که میره در آسمون دوم. به این خاطر مطمئن هستم که همینطور این دردهایی، فشارهایی که ما در این دنیا میکشیم، مخصوصا به خاطر مسیح، نه به خاطر خدای خودمون، نه به خاطر اینکه الان دنبال آرزوهای خودم هستم، الان تو مشکل برمیخورم، الان میخوام دنبال زندگی خودم رو میخوام به یه نظم و ترتیب برسونم، خبرهای بد میشنوم، نه، به خاطر مسیح، زمانی که درد و رنج میکشیم و میایستیم اینجا، این غلبه یافتن میشه در این فشار و در این آتش. به این خاطر امروز هم این سرودهایی که انتخاب کردم همینطور مزمور 3 بود که حتی دشمنای ما میان اینجا دور من میایستن و چطور خداوند اینجا میگه که من سپر تو هستم، من تو رو بلند میکنم و خداوند افراد رو بلندم خواهد کرد که واقعا به خاطر مسیح این درد و رنج رو میکشن. و مخصوصا معجزه های زیادی مخصوصا در این قسمت ها خواهیم دید. و اینجا که زمانی که در مورد غلبه یافتن صحبت میکنه، الان یک کفشی میخوام نشون بدم. اسم کفش چیه؟ میدونید؟ نایک، درسته؟ چرا اسمش گذاشتن نایک؟ زمانی که در مورد اون قسمتی که الان ما خوندیم در مورد هر که غلبه یابد و چون و ایشان به وسیله خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدن. غالب، غلبه یافتن به زبان یونانی میشه نایک، نیکی، نایکی. این نایکی نشانه پیروزیه و اینجا که نوشتم تصدیر شدن، پیروزی و فتح. این به زبان یونانی میشه نایکی. و زمانی که این افرادی که این کفش رو برحال ساختن یک اسمی دادن، یعنی میخوان این با این اسمش رو بده ببین این کفش رو بخری تو پیروز خواهی شد، برنده خواهی شد. ما بعضی وقت ما نمیدونیم نایکی رو، فقط میگیم که نایک یه چیزی مدرنی هم هست، باید کفش نایک رو بخریم. فقط یک معنی از پشتش. و این برحال میشه تسخیر شدن، پیروزی و فرد. و اینجاست که عیسی مسیح خودش هم میگه که در یوحنا باب 16 یا 33 چی میگه؟ میگه که چون من غلبه یافتم در این دنیا چی داریم؟ در این دنیا
در این جهان برای شما زحمت خواهد شد و لیکن خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غلبه یا غالب شده یا غلبه یافتم. غلبه یعنی واقعا زحمتی است. زمانی که یک ورزشکاری مثلا به این کفشم که نگاه میکنم، کفشی که یک اسم یک معنی داره، فقط این نیست که این کفش رو بخرید که قهرمان خواهی شد، بلکه واقعا اینجا دیگه باید زحمت بکشید. هر ورزشکاری که نگاه میکنیم میبینیم که چقدر زحمت هایی که باید بکشه، چه درد باید بکشه، چقدر وقتش رو باید سرمایه گذاری کنه که یک روز یک مدال به دست بیاره. من دیروز کوتاه توی تلویزیون توی شپورچال بود، اینجا نگاه کردم، دو تا دخترای جوانی بودن 18 سال و 20 سال که تو آمریکا تو کانادا بود، اونجا قهرمان چی شدن؟ تورنم میشه جیمناستیک. و بعد از این در موردش صحبت کردن، گفتن خب الان 18 سال هستی و الان قهرمان شدی، الان زندگی تو اصلا چطور؟ مدرسه میری؟ مسلمه مدرسه میرم. گفته خب چقدر تمرین میکنی؟ گفته هر روز صبح ساعت 7 تا 8 تو باشگاه هستم، 1 ساعت باید میرم تمرین کنم، بعد از این میرم مدرسه، بعد از مدرسه دوباره 3 ساعت میرم ورزش، بعد از این میام اونجا درس مدرسه هم باید بخونم. این 7 روز نقویاسه 6 روز در هفته همینطور زندگیش. بعد از این گفتی که آخر الان چطور میتونی درس خودت رو بخونی؟ الان واقعا زیاد نیست برای تو. گفته من عاشق این ورزش هستم و میخوام برنده بشم، به این خاطر هر روز صبح ساعت 5 رو بیدار میشم، میرم باشگاه 1 ساعت اونجا تمرین میکنم، میرم مدرسه، بعد از مدرسه دوباره میام 3 ساعت، بعد از مدرسه میرم خونه و اونجا بعد اینکه من کنترل غذا داشته باشم. و اون دختری دیگه که اونجا ورزشکار بود گفته، اون 19 سالش بود، گفته که من انتخاب کردم شب هاست که من میرم مدرسه، به این خاطر تمام روز مشغول بدن سازی هستم که خودم را آماده میکنم. الان ما فکر میکنیم برای المپیک، و برای المپیک الان ما خودمون آماده میکنیم. بعد از این سوالی آمد، گفته که خب الان برای این ورزشکارهای جیمناستیک پولم دریافت نمیکنم، حداقل یه شاید یه قسمت های چیزای کوچیک. فقط گفتن که خب الان میرفتی اینجا تنیس بازی میکردی، خب تنیس بازی کردن برای حداقل یه سالی حداقل 1 میلیون 2 میلیون پول به دست میاری. گفته نه، ما دوست داریم، عاشق این چیز هستیم، عاشق این جیمناستیک هستیم. هیچ کسی زور نمیکنه. بعد از این به از مربی پرسیدن، گفتن که این مربی که بود زمانی که سن 6-7 ساله 8 ساله بود، گفته که اینو متوجه شدیم و دیدیم که واقعا استعداد زیادی هست. بعد از این شروع کردیم به چیز کردن، به با پدر مادرش صحبت کردیم و بعد از این گفتیم که احساس میکنیم واقعا استعداد عالی هست که بتونیم کمک کنیم، یک قهرمانی توش هست. و واقعا الان هم این سالها گذشت، این زحمت های کشیده، آخر اینجا تو کانادا بود، ویلدمایستر شد، یعنی قهرمان دنیا شد. چه زحمت هایی کشید. فقط یک کفش نایک نبود، خودش من این کفش نایک هم پوشیده بودم. نه، کسی که وارد این کفش میشه باید خودش رو، بدن خودش رو بدنسازی بکنه، خودش رو آماده کنه که یک روز غلبه بیابه. غلبه بیابه روی نه دشمن های خودش الان در ورزشی صحبت میکنم، بلکه چی میگن اون ورزشکارهای دیگه چی میگن؟ گیگنم رقابت رقیب یا؟ و زمانی که به خودمون نگاه میکنیم و اینجا در ما عیسی مسیح در مورد غلبه صحبت میکنه که یه چیز جایزه‌ای به دست نمیاریم که در این دنیا باشه، یه جایزه‌ای هست که ابدیه، یه چیزایی هست که به دست خواهیم آورد و با تا ابد با عیسی مسیح اینجا حکومت خواهیم کرد. در قسمت در میخوایم این دوباره این آیه رو بخونیم که در مکاشفه باب 12 آیه 12
11 و 12. نرسی میتونی اینا بخونی؟ آنان با خون بره و با کلام شهادت خود برای غالب آمدند، زیرا که جان خود را عزیز نشمردند حتی تا به مرگ. از این جهت ای آسمانها و ساکنان آنها شاد باشید، وای بر زمین و دریا، زیرا که ابلیس به نزد شما فرو شده است با خشم عظیم، چون می‌داند که زمانی علیه دارد. اینجا پس میگه این ادامه این آیه بود که قبل از این خونده بودم که گفتم همین که گفته بودی ایشان به وسیله خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدن و جان خود رو دوست نداشتن. بعد از این میگه از این جهت ای آسمون ها و ساکنان آنها شاد باشید. بعد از این میگه وای بر این دنیا، چون شیطان افتاد روی این دنیا و اونجاست که این سلطنت 7 سالی که شروع خواهد شد. به این خاطر عزیزان زمانی که میگه شاد باشی منظور اینه که الان زمانی که کسی غلبه یافته الان اینجا صعود کرده به پیش یا روبوده شده پیش عیسی مسیح یا در این آسمان، اونجا دیگه شادی ما، این جایزه ماست، دیگه آزادی به دست آورد. این زحمت ها درد ها رو به خاطر مسیح که کشیدیم از اونجا آزاد خواهیم شد. از اون موقع هست که با عیسی مسیح یک بشیم. اونجاست که عروس که کلیسای خداست، اینجاست که با داماد یک خواهیم شد. و یک روزم هست الان که چطور نمیدونم تو مخاشفه خیلی قسمت های نوشته ای اونجا یک جشن عروسی خواهد بود. عیسی مسیح بره خدا با کلیسا اونجا که عروس خداست اونجا دیگه ازدواج یعنی یک خواهند شد و جشن زیباست. و جالبش اینه که زمانی که اینو مخصوصا میخوام بخونم که متوجه بشیم زحمتهای ما یک روز، زحمتهایی که به خاطر مسیح میکشیم، دردهایی که به وسیله مسیح میکشیم در این دنیا فقط در مورد صحبت خواهیم کرد، بی ثمر نخواهد بود یا فقط یک برکتی نمیگیریم، بلکه اینجا میگه که از این جهت ای آسمون ها و ساکنان آنها شاد باشید. اتفاق افتاده، خدا به هدف خودش رسیده. نباید فراموش کنیم آدم و حوا زمانی که گناه کردن همه چیز زیر تسلط شیطان افتاد. این دنیا زیر تسلط شیطان، درسته یا نه؟ کیا هستن که این دنیا رو آزاد خواهند کرد از شیطان؟ یا این قدرت شیطان که از آسمان جا حکومت میکنه، غالبان خداوند، غالبان میگم خداوند یا غالبان غلبه کنندگان، یعنی کلیسا، کلیسایی که واقعا این بها رو پرداخت میکنه. ما رول خیلی بزرگی بازی میکنیم، نه در این دنیا، در این کهکشان. عزیزان نمیدونم چقدر شما متوجه هستید. بعضی وقت هست که میدونیم شیطان ما رو اونقدر گول میزنه، اونقدر ما رو فریب میده. همینطور هم که الان هم خوندیم که پایین انداخته شده این کی؟ زیرا که آن مدعی برادران ما، اون که شیطان که جلوی خداوند فقط محکوم میکرد کلیسا رو، فقط تو رو دائما محکوم میکرد، دوباره گناه، دوباره اشتباه، دوباره خرابکاری، یا این افتاده زمین و آسمون دوم خلاصی یافته، آزاد شده. این شریر روی شریر اینجا دیگه حکومت نمی کنه. به این خاطر میگه وای بر دنیا، وضع دنیا از اون موقع وحشتناک خواهد شد. گوش میکنه هستیم؟ آمین. به شما گفتم ها، یادتونه از هفته گذشته عیسی مسیح خودش میگه این همه چی رو دیدم، فقط به شما همه چی رو گفتم. بدونین که زمانی که شیطان بیفته در این دنیا، دجال اینجا شروع کنه کار خودش رو انجام دادن، وای بر مسیحایی که در این دنیا درست زندگی نکردن. اونها توی جفاهای بسیار بدی ها افتادن و اون موقع هست که
مسیحایی که فقط همینطور دور بر خودشون میچرخیدن اونجا جدا خواهند شد، یا کسانی که دوباره برمیگردن دوباره به سمت شیطان، و افرادی هم هستن که واقعا به خاطر مسیح شهید میشن. اونجا مشخص میشه قلبتو به کی دادی. برای دوباره میگم تعلیمای مختلف وجود داره. این میخوام بگم تعلیم من درست تری، من اینو ایمان دارم. تعلیمایی هست که میگه که تمام کلیسا رو بوده میشه پیش خدا برم، یعنی هیچ کسی نمیمونه اینجا، روح خدا هم برداشته میشه، باور نمیکنه روح خدا رو نمیتونی برداریم از اینجا. بعد از اینم اینجا در موردش صحبت میکنه که افرادی به خاطر مسیح شهید میشن، پس روح قدسه که مسیح رو اینجا مکاشفه میکنه، باز میکنه. به هر حال تعلیمای مختلف هست، فقط این شخصا این تعلیمی هست که من باور میکنم. شاید یک روز دیگه خداوند یک مکاشفه دیگه بگه. اینو فقط میگم که فکر نکنی که دیگه این حد دیگه آخرین دیگه تعلیم دیگه وجود نداره. در دوم تیموتئوس باب 3 آیه 5، همچون سرباز شایسته مسیح عیسی در تحمل رنج ها سهیم باش. هیچ شخص هنگام سربازی خود را گرفتار مشمولیت های زندگی نمی سازد، چرا که خواهان جلب خوشنودی فرمانه خویش است. و همینسان ورزش های در میان مسابقه هماهنگی می کند، تاج پیروزی را دریافت نخواهد کرد اگر به قانون هماهنگی. آمین. اینجا پولس میتونم بگم اینجا نه 2000 سال پیش، بلکه فکر میکنم همین الانم با ما صحبت میکنه. کلام خدا به هر حال چیز نمیشه، قدیمی نمیشه و کهنه نمیشه. اینجا زمانی که میگه که همچون سرباز شایسته مسیح عیسی در تحمل رنجهای سهیم باش، و مخصوصا کسانی که واقعا خدا رو خدمت میکنن، واقعا دنبال پادشاهی و خدا هستن، واقعا جنگه. نمیدونم تجربه کردید زمانی که واقعا میخوای راه عیسی مسیح رو بری، واقعا وارد یه جبهه بشی که مال شیطانه. به این خاطر اینجا میگه که مقایسه میکنه، میگه سربازی که زمانی ایستاده برای خودش زندگی نمیکنه. متوجه هستید عزیزان؟ یه سرباز هیچ کیش موقع توی جبهه قرار میگیره فکر نمیکنه الان من چی بپزم، چی برای آینده چی فکر بکنم، بلکه این ایستاده سرباز اینجا میگه ایستاده و برای اون پادشاهی که اونجا حکومت میکنه و اون ایستاده که بتونه جنگ رو پیش ببره. فکرش، تمرکزش اینطوریه که واقعا باهوش باشه، دشمنان از بین ببره و خودش هم مواظب زندگی خودش باشه. آمین. فیلم های زیادی هستن که نشون میدن که مثلا یک گروهی هستن که برای یک خدمت مأموریت بزرگی چیز انتخاب میشن و میرن اونجا. واقعا با دقت روز و شب باید مواظب باشن، مواظب زندگی خودشون باشن و همینطورن تمام استراتژی های شیطان رو و دشمن رو باید بدونن که چطور بتونن از بین ببرن. این خاطر عیسی مسیح میگه که من مثل دوز میرم، مواظب باش. در متی باب 24 هفته گذشته به شما گفتم بریم بخونی، نمیدونم خوندی یا نه. چند بار میگه مواظب باش، مواظب باش، بیدار باش، مواظب باش. چرا عیسی مسیح اینقدر میگه مواظب باش؟ چون واقعا شریر میاد و ما رو اونقدر به هر حال با دروغ‌ها، با مشکلات. الان چند مدتی بود که خودم هم اینطور از زمانی که شروع کردم در مورد مکاشفه صحبت بکنم و دیدم که اونقدر ضعیف شدم، فیزیکی ضعیفم شدم. هر دفعه این در حال اونقدر خستم، میخوام این بخوابم، تمرکز ندارم، مثل که فکر هدف شیطان اینه که باید از دهن منو ببنده، یه جوری کارهای برچام بده. وقتی کم داشتم برای کلام خوندن، کلام میکنم تمرکز نداشتم، واقعا مثل این واقعا میشونه، مثل یه حپلودی تو دوره خودم میشه. گفتم خودم چیه، چیه اتفاقی، چیه، کجا هستم، چیه. و
میدونم که تو جبهه هستم و کار شیطان اینه که منو به هر حال از این راه بیرون بیاره. مطمئن هستم از اگه قطع کنم میگم در مورد مکاشفه صحبت نمی کنم، در مورد بیداری صحبت میکنم، برمیگردم در مورد فیض صحبت بکنیم، حال من دوباره بهتر میشه. میدونم فشارهایی هست و این سوزی که الان جو خودی فریاد میکشم ای خداوند کجا هستی، صداتون رو نمیشنوم. خدا میگه صبر کن، همه چی در زیر دست زیر کنترل منه، فقط و فقط چیزی که مونده ایمان باوره. او کنترل میکنه و هدایت میکنه، نقشش رو کشیده و انجام خواهد داد. پونکتی که هیچ بحثی دیگه اینجا نیست، فقط با این ایمان زندگی میکنم. و همینطورم بعضی وقت هست که زندگی مونیتوریه، نه به خاطر خودخواهی خودمون، نه به خاطر مسیح، به خاطر پادشاهی او و نزدیک شده است. هفته گذشته گفتم یه کسی که میگه که آمین عیسی مسیح باور میکنم برمیگرده، پس از زندگیش باید دیده بشه که واقعا باور میکنه. زمانی که خودت رو آماده میکنی، زمانی که مواظب هستی، زمانی که کلام رو میخونی، زمانی که ضعیف میشی و میای میگی که برادر رابط یا خواهر مسیح یا برادر خاله دیگه احتیاج به کمک دارم، ضعیف شدم در این قسمت ها، اونجا وارد یه گناهی شدم یا کشیده میشم، احتیاج به کمک دارم، اینطوری است که همدیگه رو نگه میداریم. من فقط مواظب خودم باید باشم، بلکه مواظب شما هم باید باشم. شما عروس عیسی مسیح هستید. پس اینجا در مورد این قسمت صحبت میکنه که مثل سرباز باید واقعا مواظب باشم و همینطورم بایستم برای اون پادشاه. و خدا رو شکر پادشاه ما یک روز نخواهد از بین، یعنی نخواهد مرد، از بین خواهد سیاست عوض بشه. اون پادشاه ابدیه، اون پادشاه پادشاه رب العالمه، تا ابد با او زندگی خواهم کرد، با ابد با او یک خواهم شد. و میدونم یک تاج جلال برای یه تک تک ما آماده کرده، تاج نشانه سلطنته. باور میکنم در این دنیا، در این دنیا هزار سالگی مسیح، زمانی که عیسی مسیح برمیگرده اینجا، ما کلیسایی که غلبه یافته حکومت خواهد کرد. یک کسی که زندگی خودش رو هنوز نمیتونه زیر کنترل بیاره، هنوز درگیر گناه‌های خودش رو، هنوز قلبش گذاشته به این دنیا، چطور میتونه غلبه بیابه و چطور میتونه در این دنیا حکومت کنه؟ چطور ما میتونیم داوری کنیم یک روز؟ و کلام خدا میگه آیا شما نمیدونید که شما یک روزی فرشته‌های خود و فرشته‌های شیطان و روی این دنیا حکومت خواهی کرد و داوری خواهی کرد؟ به این خاطر میگه که مواظب باشید الان سر همدیگه رو میکوبین برای یه چیزای کوچیک. یا من حق دادم، حق منم، اون نه اینطوری کردم، هم بحث میکنین چیز میکنین و اصلا متوجه نمیشین، یعنی طفلی یا بچگانه رفتار میکنین. خدا من مورد برای چیزای بزرگ کنه. یک روز شاید نمیدونم تک تک ما تو شهرداری اینجا خواهیم نشست و سلطنت خواهیم کرد، داوری خواهیم کرد. نه داوری منظوری نیست که الان اینجا بشینیم فقط بگیم تو میری جهنم، تو اینجا میایی دست چپ دست را، نه، با کلام خدا درست تقریبا مثل همون موسی این کار رو میکرد. ما داوری خواهیم کرد، یعنی حکومت خواهیم کرد. فقط اون موقع عزیزان دیگه مسیح در ما شکل گرفته، دیگه اون موقع خودخواهی من رفته، دیگه هر چیزی که هست در من مسیحه، عدالت مسیحه. پس من باید اول عدالت مسیح رو در این دنیا امروز زندگی کنم، نه عدالت خودم، نه حق خودم، نه خواست خودم، نه آرزوهای خودم. آرزو میتونی داشته باشی عزیزم، پس اولین جا باید پادشاهی خدا بیاد، بعد از این میتونی آرزوهای خودت رو بذاری زیرش. بعد از این مبایزه میکنه با یک ورزشکار، دوباره برمیگردیم این کفش. ورزشکار میگه که زمانی که ورزشکار میخواد برنده بشه چطور باید زده؟ فقط تمرین میکنه، بلکه چی نوشته؟ ورزشکاری در میدان مسابقه همانوری میکنه تاج پیریس رو دریافت نخواهد کرد اگر به قانون به قانون. منظور اینه که در مورد ما که ما در روح زندگی میکنیم، طبق کلام خدا حقوق بازی اینجا وجود نداره.
هایی که به تو داده، این قمتاری که به تو داده، اینو باید استفاده کنی برای کار خداوند. با کلک نمیتونیم، ما میتونیم، شما میتونیم، میتونیم به همدیگه رو کلک بزنیم، روحانی رو نشون بدیم چقدر من روحانی هستم، میتونیم برای همدیگه گول بزنیم. بعد اینجا برنده نخواهیشم، چون اون شبان عظم با بالا نگاه میکنه و میبینه راههای من و فکرهای من و دیده من. به این خاطر میگه که برای چطور من باید ورزش کنم، چطور باید خودم رو، بدن خودم رو، بدن فیزیکی نه، بدن روحانی من باید نگه دارم، چطور باید رفتارهای من با شما باشه. من نمیتونم بگم مهم اینه که من رو بوده بشم، به من چه، هر کاری میخواییم بکنیم بریم دیگه توی جهنم، به من چه. این روش درست نیست. دنیا اینطوری میگه، من هاپ ساخت، من هاپ ساخت میشه چی؟ گفتیم مهم اینه که من برم دیگه، به من چه که کلیسا میاد. نه، این دید خدا نیست. ما باید موازی به هم دیگه باشیم. موافق هستیم؟ در ابرانیان باب 12 آیه 1 و 2 هم اینجا در موردش صحبت میکنه. 12 آیه 1 و 2 هستی؟ تو اینجا بکنم. بیایید هر بار اضافی و هر گناه را که آسان به دستگاه ما میپیچد از تو دور کنیم و با استقامت در مزاره که برای مقرر شده است بدریم و چشمان خود و اهلمان و مظهر کامل ایمان یعنی سر مسیح برسیم. آمین. پس اینجاست که در این قسمت هم دوباره میبینی که یا در باب 12 در این قسمت صحبت میکنه، در مورد همون محبت پدرم صحبت میکنه. بعد از اینکه ادامه میده میگه که برای هر کسی خدا دوست داره اونم تنبیه میکنه، توبیخ میکنه و نصیحت میکنه. فقط قبل از این میگه که الان بگذاریم هر گناهی، هر چیزایی که دوره برای تو چرخیده، هر چه دامهایی که عزیزان شیطان زیر پاهای شما گذاشته، مواظب باشه. بدونیم که هر پیشنهادی که علیه به تو میاد ور ندار زود، که خداست، خداست. واقعا دعا کن، در ترس خداوند مبایزه کن، نگاه کن، دعا کن، مشورت کن که دام شیطان نیفتی. هر چقدر تو وقت برای خدا داشته باشی، کمتر ضعیف میشی و میتونی بهتر تشخیص بدی راه ها رو که باید بری. من واقعا به شما میگم عزیزان، اینجا میبینیم تجربه کردم واقعا، مخصوصاً افرادی که الان تازه توی یک سال دو سالی که اینجا آمدن واقعا نادان هستن. فقط یه از یه جایی از یه کشور اینجا وارد این آلمان شده، نجات پیدا کنه، پاس رو گرفته، الان فکر میکنه الان زود باید همه چیز اینجا انجام بشه، زود تمام پیشنهادهایی از چند، تمام کارهایی هست، هر چیزی که الان هست زود دنبالش میگیم. و افرادی هستن که واقعا میبینه که دام شیطان افتادن، افرادی هستن از کلیسا دور شدن. نه به خاطر اشتباهی ما، نه به خاطر قلب خودشون، یه جوری درده. و میگه که هر گناهی که الان دور برای تو هست بگذار کنار، از دور، از خود دور کن و با استقامت در مسابقه که برای ما مقرر شده از بدویم. دوباره برمیگردیم به این چیز، به نایکی، غلبه بیابیم. ما در حال دویدن هستیم، در حال جنگ هستیم. غلبه یافتن عزیزان واقعا چیز آسونی نیست. و بعضی وقت هست که میتونم تصور کنم الان افرادی هستن که هنوز اینطوری، هنوز برای شما جا نیفتاده کتا کلام خدا، هنوز اونقدر درگیر زندگی خودتون هستی و من سعی میکنیم حتی در این قسمت هم کمک کنیم. ما داوری نمی کنیم، نمیخوام بگم دنبال کار نباش،
بعد ما میگیم ما جلسه خانگی گذاشتیم، جلسه یه دیگه گذاشتیم که بیایی مشورت کن، دعا کن، اینکه اراده خدا چیه. من دوتا خودم مال شبان که چیز نبودم، کار زیادی داشتم، دوتا جلسه خانگی شروع کردم که گفتم حداقل برسونم این پیام رو، برسونم که واقعا میتونم بیستم از این دوتا برای جلسه خانگی دو سه نفر موندم و بقیه گفتم ما میخوایم بریم الان زندگی خودمون رو انجام بدیم، ما میخوایم الان بریم یکم استراحت کنیم. چی میخوایم استراحت کنیم؟ از چی استراحت کنیم؟ اگه صبح تا شب کار میکردیم میتونستیم بریم استراحت کنیم. درست از چیزهای روحی، از مشکلهای روحی فقط، مگه مسیح در تو نیست؟ مگه مسیح در تو ساکن نیست؟ مگه تسلی رو به وسیله روح القدس ما نمیگیریم؟ قدرت رو نمیگیریم؟ کلام خدا رو که میگه که من قوت هر چیز رو دارم که چی؟ قوت هر چیز دارم که منو که تقویت میبخشه. مسیح هست در من. مثلا این سرودا رو که امروز انتخاب کردم، همه سرودا رو انتخاب میکنم که به کلیسا به موعظه بخوره. من زندگی نمیکنم اگه مسیح در من زندگی میکنه. بیکار هستی؟ اب نداره. چشمت بندوز روی ملکوت پادشاهی خدا، او به زودی خواهد آمد. جون نده برای چیزی که آخر ثمره نمیاره. بیا مشورت کن، دعا میکنیم. اگه کاری هست خدا هدایت میکنه. اگه باید بری مدرسه برای زبان خیلی ما دعا میکنیم. من خوشحال هستم، حتی افرادی هم که از این کلیسا رفتن کلیسا آلمانی زبان، من خوشحال هستم. اگه میرن اونجا واقعا میخوان زبان آلمانی رو یاد بگیرن و همینطور در مسیح روش کنن، چرا نباید هر دفعه میان تو کلیسا ما بیرن یه جای دیگه؟ حداقل چشمشون روی این هدف بدوزن، حداقل این چیزی که الان با استقامت در مسابقه‌ای که برای ما قرار شده است بدویم. الان این کلیسا، کلیسای دیگه، کلیسای برای کلیسای زیاد هستن خدا رو شد تو هامبورگ. هدف مهم اینه که افرادی که میدوئن پس یک هدفی دارن. برای چی میدوئن؟ برای چی زندگی میکنیم؟ هدف زندگی من چیه؟ هدف زندگی تو چیه؟ این چیزهایی هست که عزیزان من مسئول هستم که به کلیسا بگم که شروع کنیم در موردش فکر کردن. اگر نه عیسی مسیح برای تو مثل دوست خواهد آمد، دهنت باز خواهد شد و اون موقع میگی که کاش که من گوش میکردم، کاش که من این دو سه سال چهار سالی مونده بود سرمایه گذاری میکردم. اینجاست که مکاشفه باب 12 و 12 میاد. اینا خوب میتونی یاد بگیم. 12 12، وای بر دنیا و ساکنان این دنیا، شریر آمده و وقتی کمی داره، جفاها از اون موقع شروع خواهند شد. و اگه عیسی مسیح میگه که یه زمان وحشتناکی خواهد بود که از آفرینش، از زمانی که زمان نور رو نگاه میکنیم اون موقع بعد بود، الان میگه که از زمان آفرینش تا امروز این طوری زمان شریر و بد نخواهد بود. چرا؟ چون شیطان با فرشته‌هاش و تمام دیوهاش دیگه این دنیا رو فرو گرفتن. اون موقع هست که 666 میاد. بعضی وقت ما در مورد عروس خدا صحبت میکنیم، چه تصوری داریم؟ شما عروس عیسی مسیح هستیم. برم در آغوش بابا، برم در حجله عیسی مسیح،
رو پاش بیستم یا بشینم یا زانو بزنم، ملاقات صمیمانه با او داشته باشم، برم پیش شبانی نیکوی من، اینجا من رو روز به روز هدایت میکنه. ما تصویر اشتباهی از عروس داریم. نمیدونم چی تصویری داری عروسیه، عروس مسیح. چقدر زیبا بود با عیسی. چیزی بعد نمیسان پر زمانی که در این عمل ببینیم، دوباره یک سمیناری دیگه، از یک سمینار به یک سمینار، فقط دنبال احساس باشیم. معمولا دنیایی که نگاه میکنیم اینطوریه دیگه، به احتمال زیاد میخوام یه دو هفته دیگه، سه هفته دیگه، زمانی که نوبت من باشه، من موعظه میخواستم یه تئاتر کوچیک بازی کنیم. معمولا از طریق تئاتر ما میتونیم خیلی به شناخت خودمون برسیم. امروز صبح که دعا میکردم این تصویر آمد. عروس چیه؟ عروس مسیح. عروس مسیح برای من. آنان با خون بره و با کلام و شهادت خود بر او غالب آمدند، زیرا که جان خود را عزیز نداشتند حتی تا به مرگ. این عروس عیسی مسیح. اینجا احساسی نیست، اینجا قربوز صدقه فقط نیست، بلکه اگه واقعا من دنبال عیسی مسیح عنوان داماد هستم، میگم هر کاری هست، هر چیزی که هست باید انجام بدم، این کار نفس منه، آرزوهای من، هر چیزی که الان هست میگذارم کنار، چون او مهمتر از همه چی هست. با خون بره دو هفته بعد در اون قسمت ها صحبت خواهم کرد، خون بره شهادت و همینطور جان خودش رو دوست نداشتن صحبت خواهم کرد. فقط اینو فقط میخوام، واقعا خودتون به خودتون گول نزنید. عروسی نیست که فقط اینجا قربون صدقش برید، وقتهای عالی با او داشته باشید و فکر میکنید نه. عروس مسیح یعنی خودش رو انکار کرده، خودش رو خار گذاشته، بگه من مهم نیستم، مسیح مهمه، من مهم نیستم، داماد من، اراده من مهم نیست، بلکه اراده داماد من مهمه، پادشاهی من مهم نیست، پادشاهی او مهمه، او میخوام دریافت کنم، به این خاطر همه چی رو خار میشمارم، همه چیزهایی که برکت هایی به دست آوردم زیر پا میذارم، آشکار میدونم که او رو به دست بیارم. این عزیزان دام عروس مسیحه. این عروسی هست که من باور میکنم که جانشه اونا هستن که غلبه یافتن، با خون بره و شهادت زندگی خودشون و همینطورم جان خودش رو تا به مرگ دوست نداشتن. یوحنا باب 14 آیه 15 است که عیسی مسیح به عروسش میگه اگر من رو دوست داری احکام من رو نگه خواهی داشت. اینطوری به شما میگم که درست متوجه میشین
دیروز یک موعظه از کسی شنیده بودم برای خودشم مکاشفه شده. منظوری نیست که اگر تو احکام من رو دوست داری و اگر تو من رو دوست داری پس برو احکام من رو نشون انجام بده. این نیست. بلکه اصل این آیه اینه که چون من رو دوست داری، چون عاشق منی، احکام من رو خواهی کرد. تفاوتش می‌بینی؟ تفاوتش اینه که من میام عیسی مسیح چیه؟ آها، من تو رو دوست دارم، آها پس من میدم احکام تو رو نگه میدارم. با این احکام تو رو نگه داشتم بخواهم تو نشون میدم دوست دارم. نه، چون من عاشق او هستم اتوماتیک احکام او رو نگه میدارم. اگر نه شریعتی میشه، پس میرم یه کاری میکنم که یه چیزی نشون بدم. نه عزیزم، یه کاری هست که روح القدس میخواد در ما انجام بده. این ربطی داره به مکاشفه خودش. زمانی که مکاشفه مسیر رو، مکاشفه داماد عظیم رو به دست میاریم و یه پروسسی هست که خدا در ما هم انجام میده. هرچقدر به شناخت او میرسی، عاشقش میشی و نمیخوای او رو از دست بدی، دیگه فکر نمی کنی که احکام او رو نگه داری یا نگه نداری، اوتوماتیک نگه میداری. تقریبا مثل این که تقریبا شاید باید متوجه شد. یعنی یه زمانی که عاشق یک شخصی شدم، عاشق الان نسی شدم، دیگه فکر نمی کنم الان برم اونجا گل بخرم برای شو که بگم که ببین الان دوست دارم. نه، اوتوماتیک چون عاشق هستم میرم گل میخرم یا نه. درسته یا نه؟ تمرکز فقط به اوست و میگم که خیلی چیز نرمال الان من باید بخرم، نه به اون نشون بدم، نه او ارزش داره که این پولو خرج کنم یا هر چیزی هست بخرم بهش بدم، ارزش داره. تقریبا همون زنی هست که اومد این شیشه عطر رو شکوند، گفته ارزش داره عیسی مسیح، ارزش داره اون مس بشه. شاگردانش اونجا گفتن که پول بتونیم برای چیزهای دیگه، برای خرجهای دیگه استفاده کنیم. بی حرمتی کردن عیسی رو. منظور اینه که مثل اینکه میدونی که عیسی مسیح ارزش نداره اونقدر زیاد خرج کنیم، پول رو برمیداشتیم به دیگران میدادیم. این قلبی هست که عزیزان خدا میخواد. بدون این قلب من شما نمیتونیم، ما نمیتونیم غلبه بیابیم. من جان خود را برای چی بدم؟ زندگی خودم را برای چی بدم؟ کی ارزش داره که زندگی خودم را فدا کنم؟ واقعا در حضور خداوند گفتم عیسی مسیح، واقعا به شما میگم، گفتم اگر ملکوت پادشاهی تو بیشتر بیاد، بیشتر بتونی کار کنی، اگر این خون من باید ریخته بشه، حتی حاضر هستم خداوند، حاضر هستم خون من ریخته بشه که تو شروع کنی به کارهای عظیم انجام دادن. چون معمولا نگاه میکنی یعنی که جایی که افرادی شهید شده به خاطر مسیح بیداری به وجود آمده. گفتم عیسی تو ارزش داری، هیچ چیز دیگه در این دنیا وجود نداره که ارزش داشته باشه. و مطمئن هستم عزیزان واقعا خدا میخواد در این کلیسا کارهای عظیمی در تو، در زندگی تو انجام بده. خدا میخواد بیدار کنه کلیسا خودش از این خواب آلودگی، از این بیتفاوتی. خیلی چیزهای عالی منتظر ماست عزیزان در این دنیا. پتروس هم پرسید، گفته عیسی مسیح الان ما همه چی رو فدا کرده، همه چی، خب آخر چی میشه؟ عیسی مسیح چی میگفته؟ گفته اگه تو
برادرت، خواهرت، مادرت، کارت، همه چی رو به خاطر من رها کنی، در این دنیا، در این دنیا 100 مرتبه زیادتر به دست خواهی آورد به اضافه حیات جاودانی. این وعده هایی است که خداوند به ما میپاشه و کار شیطان اینه که ما رو همینطور کور نگه داره و هیچ موقع آینده رو نگاه نکنیم، در حال حاضر زندگی میکنیم. الان من، امروز من زندگی من، آخر میبینی که به نتیجه اینطوری درست نمیرسی. کار روح القدس، کار عیسی مسیح عزیزان الان در این زمانی که ما هستیم، کلیسای خودش رو بیدار کنه، عروسان رو بلند کنه و بگه که اوکی، رفتی، بی تفاوت بودی در زندگی خودت، اوکی، شیپور رو برداشته. خداوند میگه که الان این شیپور رو میوزم یا چی میگم؟ مینوازم که عروس رو بیدار کنه. این فتیله، این سوزی که در توست، خداوند خاموش نمی کنه، بلکه امروز میخواد روشن کنه. زمانی که این دید رو داشته باشی، زمانی که میدونی عیسی مسیح به زودی خواهد آمد، واقعا شروع میکنی با شادی زندگی کردن. حتی تو فشارها، حتی تو دردها میدونی مسیح من زنده هست، او منو خوانده، او الان در حال آماده کردن لباسهای عروسی منه. یه قسمت پیام دردناکه، چون واقعا باید زندگی خودتو بگذاری، زندگی نفسانی تو رو، انسانیت کهنه باید بمیری که اینو به دست بیاری. فقط با عیسی مسیح چیزی غیر ممکن نیست. خدا دنبال تصمیم توست، میخوای یا نمیخوای. خدا هر دفعه دست میپرسه، همه چی رو برای تو آماده کردم. احتیاج نیست به شیطان بجنگی. شیطان شکست خورده، قدرت شیطان شکست خورده. تو فقط باید یاد بگیری پیروزی مسیح رو برداری و شیطان زیر پاته بتونی روز به روز روی هر مشکلی، هر چیزایی که الان هست رو به تو میشن غلبه بیابی. اثر اخلاق، اثر روحانی، اثر معنوی، درسته؟ در این قسمت هاست که ما باید بیدار بمونیم. توی تعلیم‌ها شرکت کنیم، در دعا باشیم، همدیگه رو تشویق کنیم، مواظب همدیگه باشیم. این نشانه بیداریه. آمین. خوبیش الان دعا کنیم. چشمون ببندی، نمیدونم چقدر خدا با بعد تو صحبت کرده. عیسی مسیح، امروز میخوایم تو رو نه عنوان شبان نگاه کنیم، عنوان دوست، بلکه میخوایم امروز تو رو عنوان یه داماد نگاه کنیم. دامادی نگاه میکنیم که تو زمانی که این دنیا رو نگاه میکنیم پر از درد، فساد، تاریکی، رنج، بی تفاوتی می‌بینی. همینطورم باور می‌کنم، نگاه می‌کنی جز خانواده خودت کیا هستن که واقعا
میخوام با تو متحد بشم، با دردهای تو، با اراده تو، نقشه‌های تو. تو مال این قلب هایی هستی که چیزا رو چشیدن و دیدن که چیزی بهتری وجود نداره از این که تو هستی. کسانی که تو رو با محبت تو رو چشیدن، تو مال افرادی هستی که واقعا حاضر هستن نیازهای خودشون، آرزوهای خودشون، هر چیزی که از پیکسار به خاطر تو، چون اونا در واقع اونایی هستن که واقعا ارزش تو رو میدونن. و امروز هم ایسای آمدیم جلوی تخت فیض تو، ای دامان، میدونم خداوند تو از ما چیزی توقعی نداری که ما یه کارهایی انجام بدیم، ما نمیتونیم. تو دنبال تصمیم ما هستی، چی میخوایی؟ بیا خداوند، به وسیله روح القدس، روح القدس خودت انگیزه‌های ما رو نشون بده، فکرهای ما رو. خواهش من اینه خداوند، این برادر خواهرایی که دو دام شیطان افتادن، خداوند واقعا کمکش میکنی، راه ها رو مهیا میکنی خداوند که بیرونش بیاری. کسانی که دور شدن، کسانی که بی‌تفاوت هستن، I'm
هنوز ضعیف هستیم، شاید هر چقدر خداوند هنوز مکاشفه نشده، و چون خودمون رو سپردیم به دستای تو، اعتماد به تو داریم و باور میکنیم که تو ما رو هدایت خواهی کرد، و تک تک این عزیزانی که اینجا هستن هدایت خواهی کرد خداوند، چون آرزوی خودته که یک عروس تو بیدار بود. جلال رو به تو میدیم.